اینا تفتیش عقاید و این حرفا نه. یه سری مسائلی هست که مشمول قانون قوانین اجتماعی اصلا قرار نمیگیره، ولی باید حکومت به لحاظ رسانه و تعلیم تربیت و فرهنگ سازی تو جامعه اونا رو تعقیب بکنه و موانع رو از سر راهش برداره. ولی بعضی مواردش هم هست که کاملا قابل تبدیل به قوانین اقتصادی، اجتماعی، قضایی، حقوقی، خانواده، روابط بین الملل، ایناست که قانونهایی که برای حمایت از ارزش‌های حقوقی اخلاقی اسلام طراحی و وضع میشن. حالا من تو این جلسه به بعضی از این روایت اشاره میکنم، یه مقدار مفهوم شناسی، بحث توسعه حقوق مردم، عدالت اجتماعی، پیشرفت و از این قبیل، اخلاق اجتماعی، امنیت اخلاقی، اینا به خصوص با چه توجیهات و توضیحاتی باید مد نظر ما باشه. اولا در رابطه با یکی از سوالاتی که جلسه پیش مطرح شد، من یک جنبندی باید بکنم، یه نکته رو اضافه بکنم و بعد وارد بحث روایات بشیم. ما دست کم سه نوع قرارداد اجتماعی مبتنی بر رضایت خلق در مسئله حکومت داریم. در همه اینها رأی و بیعت مردم دخالت داره و در مشروعیت هم این رأی به نحوی دخالت داره، ولی مبنای مشروعیت در این سه رویکرد یکی نیست، متفاوت. یکی رویکرد اسلامی شیعی هست، شیعیشو اضافه میکنم برای که برادران اهل سنت در حوزه فقه سیاسی و اندیشه سیاسی تفاوتایی دارن با دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، هم در باب اصل مفهوم حاکمیت، هم در مسئله وصایت و حاکمیت بعد از پیغمبر، و هم در عصر غیبت. چون تفاوت شباهتایی هست، شباهتای خیلی مهمی است بین نظر اندیشه سیاسی شیعه و سنی، همه از عدالت و امر به معروف و نهی از منکر و شریعت الهی و رضایت خلق و اینا همه رو همه قبول دارن، اما در جزئیات مسائل حقوقی و بعضی مفهوم سازی ها و تعریف ها از بنیادهای اندیشه سیاسی یک جاهایی تفاوت پیش میاد، هم در تعریف مشروعیت، هم در مسئله عدالت، وصایت، عصمت و از این قبیل، اجتهاد، نوع اجتهاد در حکومت که خب باز بین خود برادران سنی ما مذاهب مختلف فقهی کلامی خودشون هم با هم در تعریف مشروعیت و ارکان فقه سیاسی تفاوت داره. یه مدل اندیشه سیاسی شیعه است، نگاهش به نظریه قرارداد اجتماعی چیست؟ در دیدگاه‌های به اصطلاح مدرنی که تو علوم سیاسی غرب و غربی تدریس میشه هم از دو مدل بحث شده، مدل هابز و مدل لاک. یعنی توماس هابز که پدر اندیشه سیاسی سکولار در غربه و بعد از اون لاک، هر دو از قرارداد اجتماعی صحبت کردن، منتها تفکر هابز به عنوان پدر دولت مطلقه مدرن مطرح شده، تفکر جان لاک به عنوان پدر جامعه مدنی لیبرال دموکرات به اصطلاح مطرح شده. دو تا رویکرد اساسی در غرب بودن. یک شباهتی است بین اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت با این دیدگاه ها، با دیدگاه هابز و لاک هر کدام. یک تفاوت های بسیار جدی و اساسی هم با اونا وجود داره. در قرارداد اجتماعی و پروتکل و توافق و آراء عمومی و اینها که در اندیشه سیاسی شیعه مطرح میشه، مبنای مشروعیت تفاوت داره با اونچه که در اندیشه چه جان لاک چه توماس هابز، دو جریان اصلی تفکر سیاسی مدرن در غرب، جدید در غرب هست. در تفکر اندیشه سیاسی شیعی، حق حاکمیت مردم یک حق شرعی است، اما این حق در طول حق حاکمیت خداست، نه در عرض حق حاکمیت خدا و نه در برابر حق حاکمیت خدا، در طول حق حاکمیت خداست. بنابراین مشروعیت رأی مردم خودش میشه یک مشروعیت دینی نه سکولار، چون مبتنی بر حق الله هست. این حق الناس سیاسی مبتنی بر حق الله میشه، بنابراین یک حق سکولار نیست، یک حق دینی و الهی است، مشروعیتش الهی است.
و چون حق حاکمیت مردم مشروط به حق حاکمیت خدا و در چارچوب حق حاکمیت خداست، مطلق نیست. حق تعیین سرنوشت داریم، اما این حق تکوینن مطلق آزاده. هر کسی میتونه خودش سرنوشت خودش فردن یا جامعه رو بسازه، خودشو به نابودی بکشونه. میتونه کسی بره معتاد بشه، جنایت بکنه، خودکشی بکنه. حق تعیین سرنوشت به لحاظ تکوینی داره، اما به لحاظ تشریعی این حق مطلق نیست. همونطور که در عرصه فردی حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت بر خود رو همه دارن، اما مطلق نیست، تکوینن مطلق آزادی، میتونی هر دو کار رو با خودت بکنی، اما تشریعن آزاد نیستی. تو فقط حق رشد و وظیفه رشد و تکامل داری، حق سقوط و اسقاط نفس نداری. همونطور که در حریم فردی حق تعیین سرنوشت مطلق نیست و در طول حق حاکمیت اللهه، حق الناس در طول حق الله و مبتنی برونه، در حقوق اجتماعی از جمله حق حاکمیت هم حق هر ملتی حق تعیین سرنوشت خودش و هر جامعه‌ای هر امتی داره، اما این حق شرعاً مطلق نیست، مشروط است، در طول و در ذیل حق حاکمیت اللهه. درست حق تعیین سرنوشت رو داری، اما یک جامعه امکان تعیین سرنوشتش یعنی حق تکوینی داره، اما حق شرعی نداره که مثلا یک جامعه تصمیم بگیره ما می‌خوایم ذلیل بشیم، ما می‌خوایم تن به ذلت و استثمار و بردگی بدیم، ما دلمون می‌خواد حق تعیین سرنوشت داریم، دلمون می‌خواد تغییر بشه، دلمون می‌خواد قتل عام بشه، دلمون می‌خواد بیان به حقوق ما تجاوز بکنن. همچین حقی رو در حق حاکمیت لائیک، این حق هم شما می‌تونید داشته باشی. همطور که شخص میتونه خودکشی کنه، جامعه میتونه خودکشی کنه، مانع حقوقی وجود نداره، چون این حق حاکمیت بر خود مطلق بود. اما در اندیشه سیاسی اسلامی و حقوق بشر اسلامی، حق تعیین سرنوشت، حق حاکمیت شخص بر خودش اولا الهی است، لائیک نیست، ثانیا مطلق نیست، مشروط است به رشد، به سعادت خودش. نمیتونه خودتو نابود کنی، نمیتونه خودتو تغییر کنی. هیچ انسانی حق نداره تن به بردگی بده، حتی اگه دلش بخواد حق نداره. این تفاوت حق تعیین سرنوشت اسلامی و لائیک. در جامعه هم همینطوره، حق تعیین سرنوشت ملی، حق حاکمیت ملی هر مردمی دارن. به لحاظ تکوینی میتونن ظلم به ظلم یا عدل تن بدن، میتونن به فسق و گناه یا به رشد و صلاح تن بدن، اما به لحاظ تشریعی این حق مطلق نیست، مقیده. پس حق این تفاوت خیلی مهمه بین اندیشه سیاسی اسلامی شیعی با اندیشه سیاسی استبدادی یا اندیشه سیاسی دموکراتیک، با هر دوشون تفاوت داره. چون اون ملت تن دادن به استبداد یک شخص، ملت دموکرات، لیبرال دموکرات هم تن دادن به استبداد و نفسانیت جمع. نفسانیت فردی و نفسانیت جمعی هر دو نفسانیت، هیچ کدوم مشروعیت نمیاره حقیقتا. یه تفاوتایی با هم دارن، او یه مزایایی داره برای این، هم حتی ممکن یک مزایایی بر او داشته باشه، اما در تفکر اسلامی شیعی قرارداد اجتماعی، پروتکل ها همه محترمن. تو قراردادهای اقتصادی، سیاسی، قانونی، مثلا هر 4 سال رأی بدیم، هر چیکار بکنیم چیکار نکنیم، روابط بین الملل، همه این قراردادها محترمن، چون خدای متعال در قرآن فرمود چی؟ اوفو بالعقود. به تمام قراردادهای اجتماعی که خلاف شرع، خلاف شریعت، خلاف عدالت نباشد، خلاف کرامت فرد و جامعه اسلامی، خلاف توحید نباشه، به همه قراردادهای اجتماعی در داخل جامعه یا در سطح بین الملل واجب است وفا کنید، واجب شرعی است. اما این قرارداد، کدام قرارداد؟ قرارداد اجتماعی مشروط به چارچوب شریعت و حکمت و مصلحت امت. رضایت خلق در طول رضایت خدا مطرح میشه و مشروعیت و حرمت پیدا میکنه و حتما باید رعایت بشه، رأی ملت و رضایت ملت. منتها رضایت خلق در تعارض با رضایت خدا یا حاکم بر رضایت خدا نیست. در جامعه دینی رضایت خلق، آراء امت در چارچوب فرمان خداونده، در چارچوب واجب و حرام الهی است، در چارچوب کرامت فرد و جامعه انسانی است. یعنی مردم نمیتونن رأی بدن که ما برده دیگران بشیم،
جلومون بیشتر علف میریزن به ما بیشتر برسن، ولی ما نوکر باشیم نمیتونن، که خلاف عزت اسلام و کرامت مسلمینه. اگه میتونن که یعنی تکوینن میتونن هر کار رو میشه کرد، ولی خلاف مسلمانیست. مثل که بگی یک آدم یک فردی نمیتونه معتاد بشه، چرا میتونه؟ ولی خلاف کرامت خودش و خانوادش و همه است و آثاری که داره. بنابراین نقش بیعت مردم در اندیشه سیاسی اسلامی شیعی روشن شد. به همین معنا که گفتیم رأی ملت، بیعت مردم، رأی و رضایت اکثریت جزئی از پروژه مشروعیت هست، حتما هست، چون یک طرف این قرارداد مردمند، ولی اون مشروعیتی که رأی ملت جزئی از اون پروژه است، اون مشروعیت خودش مشروعیت الهی است، ریشه الهی داره، لائیک نیست، یعنی قراردادی محض بدون ضوابط اخلاقی و حقوقی خارج از چارچوب عدالت تعریف نمیشه اون مشروعیت. اگر اینجا اصلا یک اشکال مهم فلسفی و بلکه منطقی وجود داره و اینه که اگر مشروعیت هر چیزی، اینو خوب دقت کنید، اگر مشروعیت هر چیزی و هر حقوقی و هر رفتاری تابع قرارداد بشری باشد صرفاً، سوال اینه که مشروعیت خود قرارداد از کجا میاد؟ روشن شد؟ اگر گفتن که ما با آراء عمومی بدون هیچ قید و شرط اخلاقی، حقوقی، شرعی هر چیزی رو میشه مشروع یا نامشروع کرد، یعنی همه چیز مشروعیتشو از دموکراسی میگیره، وقت سوال اینه که دموکراسی مشروعیتشو از کجا میاره؟ باید اینجا یک استدلال فلسفی، انسانشناسی، هستیشناسی، حقوقشناسی، فرجامشناسی داشته باشی. اینجا آیا مشروعیت ذاتی داره قرارداد؟ چون دموکراسی و پروتکل‌های اجتماعی قراردادن دیگه. آیا قرارداد اگر بگید همه چیز تابع قرارداده، یعنی ما با هم قرارداد می‌گذاریم، مثلا رأی‌گیری می‌کنیم، توافق احزاب، توافق جناح‌ها، یک چیزی رو می‌کنیم مشروع یا نامشروع؟ میگیم اینا الف به جیم جز حقوق ملت باشد یا نباشد؟ دو تا اشکال مهم اینجا پیش میاد، یکی همینه که خود قرارداد مشروعیتش از کجا میاره؟ آیا بدیهی است؟ یعنی استدلال نمیخواد، برهان نمیخواد؟ حتما برهان میخواد. آیا جزء مستقلات عقلیه است؟ نه. یک امر نیمه اعتباری است اصلا خود مشروعیت، حداقل نیمه اعتباری است و حد اکثر کلش اعتباری است. یک مفهوم اعتباری یا نیمه اعتباری چگونه ذاتی یا بدیهی میشه؟ نه ذاتی است نه بدیهی، باید برش استدلال بیارید. وقت اینجاست که حتما دخالت جعل شارع لازم میشه، یعنی مشروعیت قرارداد رو با دلیل عقلی و شرعی باید اثبات کنید، حدود مشروعیت هم با همان دلایل عقلی شرعی اثبات میشود، که آقا با آراء عمومی تا کجا میشه نفی اثبات کرد، از کجا به بعد دیگه اونا مشمول آراء عمومی نیستن، آراء عمومی مشروعیتشون رو از اونا میگیرن. مگه همه چیز دموکراتیک بیان میشه؟ مگر ریاضیات دموکراتیکه؟ مثلا میگه آقا دو تا چهار تا برهان اینا بذار بریم رأی بگیریم، ریاضیات دموکراتیک نیست، مبانی حقوق هم و عدالت هم دموکراتیک نیست، اخلاق هم دموکراتیک نیست. اصلا اخلاق اگه گفتی دموکراتیکه، یعنی تو هر ببینیم اکثریت میگن چه کاری خوبه چه کاری غیر اخلاقیه، خود یعنی اخلاقی وجود نداره، این اخلاق نسبی و قراردادیه دیگه. خب شما تو هر جامعه ای در هر دوره ای رأی بگیری، بگن اونا بگن اخلاق چی، این معنیشه که اخلاق بی اخلاق، ریاضیات بی ریاضیات. پس خود مشروعیت قراردادی، دموکراسی، حجیت آراء عمومی باید از یک با یک دلیل عقلی و شرعی اعتبارش اثبات بشه. در چارچوب فرهنگ اسلامی اثبات میشه که به چه دلیل و در چه حوزه‌ای به آراء عمومی رجوع باید بشود و رضایت مردم شرط مشروعیت حاکمه، نه فقط مقبولیت. بعضی میگن آخه مقبولیت جدا مشروعیت جدا، نه، مقبولیت هم یکی از ارکان مشروعیته. یعنی مشروعیت چند جز داره، یکیش صلاحیت و اصلحیت نظری و اخلاقی و عملی و چه و چه و چه، یکیش هم این که شما میخوای بر جامعه حکومت کنی، جامعه باید توجیه باشه، باید بفهمه، مثل تربیته، حکومت مثل تربیته. شما حالا بعدن فرزنددار میشید، ازدواج میکنید، فرزنددار میشید، میبینید چجوریه، یا الان والدین شما توی سالها تا اینجا با شما ببینید چه معاملی کردن، یه جاهایی با شما پدر مادر شما
یه جاهایی اصلا فرض کن به درست و غلطیش کار ندارم، ما میخوام ببینم نحوه اعمال تربیت. یه جایی هست میفهمه اشتباه میری، میخواد جلو تو بگیره، نمیتونه، میبینه باید مدارا کنه با تو، میتونه یکی تو دهنت بزنه، همینه که هست. هدف درسته اما وسیله کارآمد نیست. به این معنا که شما انبیا آمدن برای تربیت بشر، حکومت هم ابزاری از ابزار تربیت بشره در خدمت عدالت، چون تربیت بدون عدالت، بدون امنیت، بدون رفاه نسبی نمیشه. و عدالت و تربیت و رفاه نسبی و اجرای قانون بدون حکومت نمیشه. لذا حکومت لازمه ی تربیت اجتماعی است و لذا دین نمیتونه سیاسی نباشه. سیاست دو جوره دیگه، یا سیاست دینی یا غیر دینی. سیاست دینی هدفش هدف دینه، روشش هم روش دینی است. حکومت دینی اینجوری میشه. سیاست غیر دینی هدفش دنیاست، قدرت و ثروت، حکومتش هم دنبال همینه. روش به حکومت رسیدن، کسب قدرت، حفظ قدرت، سرنگونی قدرت هم همیناست. اونجا قدرت و ثروت در ذیل اخلاق و عدالت و معنویت باید تعریف بشه، جزئی از پروژه تربیت و تکامل انسان با عطف به دنیا و آخرت، هر دو، فرد و جامعه هر دو، ماده و معنا هر دو. در نظام سکولار فقط به دنیای بشر توجه میشه. اخلاق و عرشبت که معنویت و این مسائل هم، این همه ساخته های بشری هن. وحی و شرع و حکم ثابت الهی و یعرفا نیست. خدا و آخرت و اینا دخالتی نداره در سیاست، یا دروغی اگر هم از مال خودت تو مسائل شخصیته. و الا هر نوع حکومتی، هر نوع قوانینی، هر نوع سیستم تعلیم تربیتی، هر نوع رسانه‌ای که با تربیت بشر سازگار نیست، با تربیت الهی. تفاوت‌ها از اینجاها شروع میشه. یک نکته دومی هم هست که من اینو بارها گفتم و این خیلی نکته مهمیه. اگر کسی گفت کل مشروعیت آمدنش قراردادی است، ارزش‌ها، خب باید بپذیره که رفتنش هم چه قراردادیه دیگه. قرارداد آورده را قرارداد میبرد، باد آورده را باد میبرد. اگر تو گفتی اخلاق و حکومت، مشروعیت و حکومت و قانون و اینا فقط با قرارداد میاد که ماها چی بگیم اکثرمون، خب پس فردا هم اگه آمدی خلافش رو گفتی، خلافش میشه جز حقوق بشر. این معنیش اینه که حقوق بشر و مشروعیت ریشه ای نداره، اصلا رو هواست، تعلیقه، در تعلیق مطلقه. یعنی که ما تا اصول نیست که بشر باید تابع اونا باشه، اونا همیشه تابع بشرن. اینا جزو دو سه تا نکته بسیار مهم منطقی فلسفی است، آثار خیلی مهمی. اما از اون طرف شما انواع دیگری از قرارداد و رضایت خلق رو دارید در نظام‌های غیر اسلامی، نظام غیر دینی. مثلا مشروعیت در تعریف توماس هابز، تعریف قرارداد از منظر او که یک جریانی رو در علوم سیاسی، اندیشه سیاسی غرب ساخت، یا قرارداد در تعریف جان لاک، که این دوتا یک تفاوتایی با هم دارن، یک شباهتایی. مشروعیت در قرارداد هابزی مردم توافق میکنن برای خودشون ارباب بتراشن و یکی رو، یک دولتی رو بر مقدرات خودشون حاکم بکنن از ترس هرج و مرج، یعنی خودشون و حقوق خودشون و همه چی رو، اخلاق و قانون و همه چی رو واگذار کنن به قدرت مطلقه لویاتان، اون اژدها که سمبل دولت مطلقه است، متا دولت مطلقه سکولار. در تعریف مشروعیت از نوع جان لاک هم که ظاهرش اینه که حاکمیت کارگزار مردم میشه و استخدام کارگزار است، باز در واقع یک نوع ارباب تراشی پنهانه، باز در یک جور تفویض و واگذاری است. یعنی در بهترین صورت که بگیم حاکم میشه قائم مقام مردم در قدرت رو کاغذ، اما در عمل قدرت واگذار میشه به یک فرد و یک گروه و او تحت عنوان نمایندگی ملت خیلی هر چی رو بخواد تصویب میکنه و هر کار بخواد میکنه. اما شما تو فرهنگ اسلامی حتی اگر کسانی نماینده ملت بشن در مجلس، ریاست جمهوری، دولت، شورا، شهر، فلان، نه هر جا، اینا اختیار مطلق ندارن. اختیاراتشون مشروط به رعایت شریعت و عدالت و مصلحت ملته، نه اینکه هر کار خودشون بعد صلاح بدونن با قطع نظر از معیارها انجام بدن. خب این نکته رو خواستم بگم، نکته مهمیه، یک نوع جنبندی است در پاسخ سوالی که جلسه قبل بهش مفصل پرداختیم تو سه شاخه. در مشروعیت اسلامی قرارداد اجتماعی مبتنی بر رضایت خلق
یا بیعت مردم هست در حوزه مکتب. یعنی اگر مردم به رضایت خودشون قدرت رو گفتن ما میخواییم واگذار کنیم به کسی یا کسانی و اجازه سوء استفاده بهش هم بدیم، ما راضی، ما میخواییم بدیم اینا بر ما حاکم باشن، این شخص بشه رئیس جمهور ما، بشه نمیدونم شهردار و فرماندار و رئیس دستگاه قضایی ما، مجلس ما، و بهش هم این حق رو میدیم که یک مشروعیت بلا شرط و مطلق بهش تفویض میکنیم، هر کار مخواد بکنه، اصلا ما میخوام اینا ارباب ما باشه. این در منطق اندیشه سیاسی شیعه نامشروعه و محاله، حق نداری، شما حق واگذاری رو نداری، او هم حق استفاده از این رو نداره، برای که ما همچی اختیاری نداریم که اختیار مطلق خودمونو حتی در حد نابودی حقوق خودمون بدیم به کسی. اینا حقوق الهی است، مسئولیت ها الهی است و دو جانبه است. بنابراین کسی مشروعیت بلا شرط مطلق پیدا نمی‌کنن تو اندیشه سیاسی شیعه، ارباب مردم نمیشن، باید همه در چارچوب مکتب به مردم خدمت کنند. رضایت خدا و خلق توامان ادا میشه، رضا الله و رضا العامه، که این دو تا تعبیر در نهج البلاغه هر دو به کار رفته حضرت امیر. و عرض کردم شما بیشترین تفصیل در اندیشه سیاسی شیعه رو در آثار و کلمات امیرالمومنین میتونید ببینید و در روش حکومتی خود ایشون. اصلا کسی همین سیره امیرالمومنین رو کسی برداره، در عالم با همه ادیان و مذاهب و ایدئولوژی‌های سیاسی در همه مسائل اندیشه سیاسی میتونه محاجه کنه، از مبنای فلسفه سیاسی تا ریزترین شاخه‌های حقوق شهروندی. فوق‌العاده غنیه و همه جانبه است که الان من بعضیش اشاره میکنم. پس در مردم سالاری دی اسلامی یا دموکراسی دینی با تعریف اندیشه سیاسی شیعه، بیعت مردم لازم است اما کافی نیست. بیعت مردم لازم است اما کافی نیست، و با رضایت خلق هم کسی نمیتونه مالک مردم بشه. یعنی این حق تعیین سرنوشت مطلق نیست، مشروط است به رعایت کرامت و عدالت مردم. حاکم حتی با رأی ملت نمیتونه هر کاری دلش بخواد با ملت بکنه، ولذا میگیم اعتبار قانون باید به یک چیزی فراتر از قرارداد اجتماعی هم بند شده باشه و ریشه داشته باشه تا محکم باشه، و الا بشر اگر خودش قانونگذار مطلق باشه بدون توجه به عقل و شرع بر اساس امیال، امیال اقلیت یا اکثریت یا فرد یا حزب یا طبقه یا صنف، هر چیزی، چون ما حکومت صنفی هم نداریم، چیزی به نام حکومت روحانیت ما نداریم در شیعه که یک صنفی باشن، حکومت الله و ضوابط الهی داریم. روحانیت اون حجیت اگه پیدا میکنه حرفش از باب طریقیت نه موضوعیت، یعنی از باب کارشناس و تخصصه، در واقع حکومت شریعت است، حکومت فقه، نه حکومت فقیه به عنوان شخص. شخص موضوعیت نداره، طریقیت داره، ولذا مشروطه. اگر بشر خودش به طور مطلق قانونگذار باشه بدون هیچ قید شرعی و عقلی، وقت با چه استدلالی میتونه تابع قانون باشه؟ اصلا سوال اینه، سوال اینه، به این سوال کسی جواب بده، قانونی که خودم گذاشتم به چه دلیل باید خودم تابعش باشم؟ این سوالی که جواب بده، قانونی که خودم دلم خواست و گذاشتم به چه دلیلی من باید، با چه استدلالی باید من تابع این قانون باشم، فدای این قانون بشم، از منافع خودم به خاطر این قانون بگذرم، خودم گذاشتم این قانونو، این مخلوق خود منه. این سوال در مورد تمام قوانین سکولار و حقوق بشر با تعریف سکولار جاریست. اگر حقوق بشر ریشه الهی نداره و جعل الهی نیست و کشف عقل و شرع نیست و قرارداد محضه تابع میل منه یا اقلیت یا اکثریت یا حکومت یا طبقه خاصی است، چرا باید تابع این ارزش ها، این حقوق، این عدالت، این قوانین باشم؟ خب ارزش ها رو خودم ساختم، چرا تابعش باشم؟ او تابع من بوده، اون تابع من بوده، چرا انسان تابع قانونی باشه که خودش اون قانون رو نوشته و گذاشته و خودش هم میگه هیچ دلیل قطعی عقلی شرعی براش نیست، همینجوری دلمون خواست مثلا خوشمون اومد، منافع ما رو تأمین میکرد، قانونی که خودم نوشتم چرا باید تابعش باشه؟ این پرسش بسیار مهمی است، این جوابی نداره. خودم نوشتم، خودم هم نقضش میکنم، خودم هم خلافش رو میتونم بنویسم، دیروز اون رو نوشتم، فردا اینو مینویسم، چه الزامی دارم و چه التزامی به این قانون هست؟ یعنی خودم از خودم اطاعت کنم
اونم برای چی حالا؟ اصلا میگه آقا خودت از خودت اطاعت کن. برای چی باید خودم از خودم اطاعت کنم؟ اینجا هم استدلال شما نداری. فقط یه جور میتونی استدلال پیدا کنی که بگی آقا فراتر از امیال و نفسانیت فرد و جمع، اقلیت و اکثریت یا گروه و حزب و طبقه و صنف و چه و چه، فراتر از اینا، فراتر از همه قراردادها و پروتکل‌ها، یک اصول قطعی ثابتی وجود داره که با عقل و وحی کشف میشه و اونجا میتونی بگی من چرا باید تابع قانون باشم. چون این ریشه داره در هستی شناسی، در انسان شناسی، در فرجام شناسی، به سعادت و شقاوت بشر مربوطه، به خدا، به مبدأ، به معاد مربوط میشه. اینه که فقط با حقوق شرعی اسلامی، با قوانین اسلامی دینی، یعنی با حکومت دینی میشه به لحاظ فلسفی و منطقی مجاب بشیم که ما تابع یک قوانینی، یک ارزش‌های اخلاقی باید باشیم. پس رعایت، بله یادتون باشه، رعایت مصالح و حقوق مردم لازم است، رضایت مردم هم لازم است. گاهی ممکنه رضایت مردم، رضایت فرد منطبق نباشه با مصلحتش. ببینین مثلا وقتی مریض میشیم میریم دکتر، دکتر به ما یه عالمه داروهای تلخ و ترش و آمپول و اینا میده. مصرف این دارو الان به مصلحت ما هست اما رضایت ما نیست. اگر یک جایی بین رضایت ما و مصلحت ما تعارض افتاد، اینجا هم اندیشه‌های سیاسی که هدفشون ارضاء خلق است و حاکمیت بر اونها، یعنی اصالت سود و لذت، یه جور حکم میکنن. اونی که هدفش کمال و تکامل و اصلاح و مصلحت و رشد جامعه است، یه جور دیگه است. و اینکه قرآن کریم میفرماید خداوند در قرآن که در مورد مجرمین قانون رو اجرا بکن، ولا تأخذ بهما رأفه، رأفت احساسات اینجا بر عقل شما و بر حقوق غلبه نکنه. اینجا احساسات و عاطفه میگه که ای آقا اینه مثلا بزنی شلاقش بزنی، نمیدونم چیکارش کنی، اینا انگوشش قطع کنی فلان. رضایت عواطف قشری ابتدای اینو میگه، اما حقوق و عدالت چی میگه؟ عقلانیت و دوراندیشی چی میگه؟ یه جایی تعارض میشه بین عواطف، بین نفسانیت، بین منافع ما با مصالح ما. آقا همیشه منافع ما و مصالح ما، منافع با درک مادی بدوی ابتدایی دنیوی، مصالح یعنی منافع دراز مدت. مثل همین کاری که در مورد جسم چی میگی؟ در مورد روح هم همون رو بگو. در مورد فرد چی میگی؟ در مورد جامعه هم همین رو بگو. در مورد جسم مثلا دکتر به بنده میگه که آقا، به شما میگه آقا نمیدونم رژیم غذایی اینجوری بکن، چیزایی دوست داری، میل داری بخوری ولی نخور. این کارا رو دوست نداری بکنی ولی باید انجام بدی. این دارو رو باید بخوری، اینقدر باید پیاده روی کنی، این کارا رو نباید بکنی، اینو نباید بخوری. خب اینجا منافع و امیال و من یه چیزو میگه، منافع من به اصطلاح، ولی مصلحت و مصالح من و رشد من، سعادت من یه چیز دیگه رو میگه دیگه. خب اینجایی که شما کدومو اصل بگیری تأثیر داره در نوع حاکمیت و قانون گذاری، دخالت داره. اینایی هم که میبینید تو بحثای سیاسی تعارض میندازن بین ایدئولوژی و منافع، اینا نگاهشون مادیه. البته اگر کسی نگاه توحیدی داشته باشه میگه آقا منافع حقیقی تو در همو مصالحه، چون ما فقط جسم نیستیم، فقط هم دنیا نیست. اگه با این حساب نگاه کنی، خب چرا اصلا روزه بگیری؟ چرا نماز بخونی؟ چرا نماز مستحبی؟ چرا زحمت بکشی پول دریاری انفاق کنی؟ چرا تو گرما مثلا حجاب داشته باشی؟ خب اینا همه رو چه پرسید دیگه. پس معلوم میشه منافع حقیقی تو منافع دنیا و آخرت مادی و معنوی است. جمع‌بندی، جمع جبری به نفع توست، نهایتش به نفع توست. درسته در کوتاه مدت تو مقطع خاص ممکنه نگاه جسمانی و طبیعی بکنی بگی این که ضرره. اینایی که میگن آقا مثلا در روابط بین الملل، در شعارهای انقلابی و فلان اینا، منافع ملی رو هدف بگیرید نه ایدئولوژی رو، اینا همین تفکر مادی رو دارن ولو جزء مسلمان هم باشن. الان هم تو انتخابات، تو مسائل سیاسی اینا کسی حرفا رو باز میزنن. آقا منافع ملی مثلا در تسلیم شدن، در سازش، منافع ملی در چیه؟ سر حالا مسائل مختلف دیگه، هر دوره یه چیزیه. یه زمانی سر قضیه جنگ بود، یک زمانی هسته‌ایه، یک زمانی اینا. منافع فلسطینه مثلا، آقا این میگه فلسطینی منافع ملی ما نیست، اینا شعارهای ایدئولوژیکه، ارزشیه، ما به فکر منافع موشیم. یعنی میگه این تفکر، تفکر سکولاره.
یعنی میگه منافع ما این طرف، ارزش‌های الهی این طرف، و اینا با هم سازگار نیست. دقت میکنید؟ معنی حرفش اینه دیگه، که آقا ارزش‌های الهی، عدالت خواهی، انقلابیگری، مبارزه با ظلم جهانی، نمیدونم چه و چه، اینا تو یک ترازو کفه است، یک کفه منافع ملی است. خب اینا با هم تعارض داره، اونا خیلی ضرر زده، بریم سراغ منافع ملی. خب این که همو بحث دنیا و آخرته. تو روایت در قرآن میفرماد تخییر بین دنیا و آخرته. قرآن میفرماد منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. میفرماد تمام شما کلا دو دسته خواهید بود، یه عده هدف اصلیتون آخرته، یه عده هدف اصلیتون دنیاست. شما با هم جمع نمیشید، اختلاف خواهید کرد تو مسائل. یعنی مسلمان هم دو گروه هنها، چون خداوند یه آیه خطاب به همه بشریت، منکم من یرید الدنیا، یه عدهتون فقط منافع مادی کوتاه مدت همین عالم رو میبینید، فقط قدرت، فقط ثروت، فقط لذت، اسمش میذارید منافع ملی، اسمش میذارید واقع بینی. او طرف هم که صحبت عرشای الهی است، مثل صبر و صلات و مقاومت و جهاد و اینا، تواضع و مسائل اخلاقی و انسانی و عدالت و اینا، با اونا میگه آقا اونا ارزش هاست، ارزش ها محسوس نیست، ما بین اینا و اینا، اینا رو انتخاب میکنیم. تفکر انبیا اینه که شما باید دنیا رو داشته باشید، اما در چارچوب آخرت. اگر تعارض شد، ببین فرق فرد مؤمن و غیر مؤمن با فرق یک جامعه یا یک حزب مؤمن با غیر مؤمن اینجا آشکار میشه. اگر تعارض بین دنیا و آخرت نبود که خب همه هم فکرن، میگه هم خدا و هم خرما، یه اشکالی هم نداره. مسئله اینجاست اگر تعارض افتاد چی کنی؟ یه لحظه رسیدی به یک جایی که باید بین دنیا و آخرت انتخاب کنی، منافع مادی زودگذر خودت یا ضوابط الهی و اون رشد و تکامل ابدیه و ابدیت. اینجا تفاوت مؤمن و کافر موقع تعارض پیدا میشه، نه موقع عدم تعارض. تا قبل از مثلا مرحله امتحان همه با همه، اون لحظه که دیگه باید بین دنیا و آخرت، یعنی مثلا باید بین مقامت یا یک تکلیف انقلابی شرعی انتخاب کنی، بین زندگیت با او انتخاب کنی، بین منافعت، مغازت و پولت و ریاستت و شهرتت، حتی گاهی خانوادت با او انتخاب کنی. اینجا قرآن میفرماد که مؤمن کسانی هن که اینجا در مقامی که مقام انتخاب الله رو بر همه چیز ترجیح بدن. اینه فرقش دیگه. حالا این کسی که میگه آقا منافع ملی این طرفه، ایدئولوژی اون طرفه، اولا که سکولاره، دوگانه میبینه، یعنی معنیش اینه که میگه ایدئولوژی به نفع ملت نیست، یعنی میگه ارزش ها و عدالت و این حرفا اینا منافع ملت، اینا ضرر ملته. داره اینو میگی، یعنی نگاهش به منفعت نگاه سکولاره، اما نگاه توحیدی به منفعت، منفعت دنیا و آخرت همه رو با هم میبینه. به این معنا که جهاد و نمیدونم روزه و صلات و انفاق و فداکاری و فلان و حجاب و اینا حقیقتاً به نفع منه، سختیایی داره اما حقیقتاً به نفع منه، نه اینکه این تو یک نماز و اینا تو یک کفه است، منافع تو یک کفه دیگه است، نه منافع تو همون کفه است، مطابق شرطی که پروژه رو کامل ببینی، ترکیب دنیا و آخرت ببینی، نه فقط دنیا، جسم و روح رو با هم ببینی، نه فقط جسمت، طبیعت و ماورات همه رو با هم ببینی. این اصلا این فرق مؤمن و کافر همینه دیگه. کافر فقط عالم شهود رو میبینه و قبول داره، همین عالم طبیعت و جسمانیات محسوسات رو. مؤمن هم عالم ماده رو میبینه، هم عالم اله رو، عالم معنا رو قبول داره. تفاوتشون اصلا همینه، و الا در عالم شهود هر دو ایمان دارن، کافر و مؤمن هر دو عالم طبیعت و قوانین مادی رو قبول دارن هر دوشون. اما این که یک ضوابط و قوانین فرامادی است به ابدیت، مبدأ و معاد، وحی، نبوت، اینجاها عالم غیبه که محسوس نیست، مادی نیست، به این دلیل بهش میگن غیب. غیب معنیش این نیست که نیست، غیب معنیش اینه که دیده نمیشه، محسوس نیست، مادی نیست. از لحظه که وارد عالم شهود میشی، کفر و ایمان معنی پیدا میکنه، از این لحظه به بعد معنی پیدا میکنه. کافر کسیه که عالم غیب را نمیبینه و قبول نمیکنه. کفر یعنی چی؟ پوشاندن.
کافر به زاره به کشاورز عرب میگه کافر، چون این بذر رو زیر خاک مخفی میکنه، میپوشونه. به کافر چرا میگه کافر؟ چون حقایق عالم رو زیر خاک میپوشونه، میخواد نبینه عالم غیب رو نبینه. اینجاها پس تفاوت‌ها روشن بشه، وقت حقوق سیاسی مردم میشه مقدس، میشه شرعی، و به این لحاظه که رعایت مصالح و حقوق مردم شرعاً واجب میشه، همطور که رعایت رضایت مردم شرعاً لازمه. ما هم رضا الناس رضا العامه، یعنی رضایت اکثریت، رضایت مردم داریم، هم مصالح و حقوق اونها رو. یه جایی اگه بین دو تا تعارض شد، بین تکامل مردم ها و رضایتشون، بین مصالح و رضایتشون تعارض افتاد، اینجا چه باید کرد؟ اینجا تا میتونی باید آگاهی ببخشی و مقاومت بکنی. اما اگر رسید یک لحظه ای که اون جامعه، اکثریت اون جامعه دیگه هیچ درکی از مصالح خودشون یا ندارن، یا اگر دارن تصمیم نفسانی دارن میگیرن، میگن آقا حق با توست ولی ما میخوایم تسلیم بشیم، یه وظیفه دیگه پیش میاد، رضایت درست بر خلاف مصلحتشونه، اما تا یک حدی آگاهی و مقاومت، از یک حد به بعد که دیگه میبینی این ضد تربیته، ضد تربیته، از یک حد به بعد دیگه تکلیفی نداری. مثل امیرالمؤمنین بعد از پیامبر 20 چند سال، و مثل امام حسن بعد از شکست، یعنی تسلیم سپاهش تا یک مدتی. یه وقتی هم هست که ممکنه مردم بیان، دوباره میان پشیمون میشن، میگن آقا اشتباه کردیم بیایید، دوباره تکلیف ایجاد میشه، مثل امام حسین که بیعت کردن، هزاران هزار نامه که آقا اشتباه شده، خطا شد، ما میخوایم قیام کنیم، رهبر میخوایم. حتی گاهی هم ممکنه که همو ادم نباشن، ولی سکوت تو به معنی معنیش دیگه داره عوض میشه، میگن نکنه اینا اصلا راضین، مشکلی نیست، باید اعتراض کنی ولو به نتیجه مادی نرسه، ولی باید خط و ربطا مشخص بشه، نهی از منکر تو باید بکنی. پس اینا تأثیر رأی مردم در مشروعیت اجمالا روشن شد که چه شباهتایی داره قرارداد اجتماعی اندیشه سیاسی شیعه با اندیشه سیاسی لیبرال یا عرض شود که مطلقه در غرب، چه از نوع عرض میکنم سکولار، چه از نوع لیبرالش مثل جان لاک جامعه مدنی لیبرال، و چه از نوع دولت مطلقه توماس هابز، که هر دوی اینا سکولار و غیر دینی هستن، اون نوع توتالیتره، این نوع لیبرالشه. بین اینا با اندیشه سیاسی شیعی در مسئله مشروعیت و رضایت و رأی مردم از توضیح دادیم که از چه جهت شبیهن، از چه جهت تفاوت دارن. و بعد اینم عرض بکنم که حالا از این بعد وارد روایات میشم که اندیشه سیاسی شیعه این تعبیر رو که میگه حضرت امیر سلام الله علیه فرمود هر کس به مردم ستم کند، حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، صنفی، گروهی، حقوقشون رو ضایع کنه عمدن، آگاهانه یا بذاره این حقوق ضایع بشه، بتونه جلوی تضییعش رو بگیره و نگیره، محارب با خدا و رسوله. حقوق مردم، حقوق بشر، حقوق اجتماعیشون چنان مقدس میشه، مرزی دیگه بین حق الناس و حق الله نمیمونه. چرا؟ چون اینجا حقوق مردم شد مبتنی بر چی؟ حق الله. لذا حضرت امیر میگه تجاوز به حقوق مردم، اندیشه سیاسی شیعه اینه، تجاوز به حقوق مردم، ستم به مردم، محاربه با خداست. همونطور که ربا و رباخاری محاربه با خدا شمرده شده در قرآن، رباخار چیکار میکنه؟ ربا یعنی تکثیر ثروت بدون تلاش. رباخار که چیکار میکنه؟ ربا یعنی پول پول بیاره، کار پول نیاره، پول پول بیاره. در منطقه اسلام پول عقیمه، پول زایمان نمیکنه خودش، که هر کی پول داره پولش به خاطر پول بیشتر بشه. یعنی هم که پول داری کار نکنی، خود پول مدام خودشو تکثیر کنه، به یکی قرض میدی دو برابر بگیری، یک برابر و نیم بگیری، و بعد ای رو ای یعنی چی؟ یعنی استثمار، یعنی مکیدن خون خلق. یعنی انسانهای محتاج فقیری که نیازمندن به پول، به استقراض، به وام، میان از تو پول میگیرن، از این رباخار سرمایه دار این میده بدونی که کاری انجام بده، پول بیشتری پس میگیره. یه وقت شما به کسی پول میدی، میگه آقا کار کن تو سود شریکیم، این عین عبادته و کار کاملا درستی هم هست، البته با رعایت شرط شرعی و عدالت.
یه بار نه، میگه ما پول میدیم پول بیشتر همطوری میگیریم، اصلا میخوای کار کنم من با او کار ندارم، پول میدم بیشتر میگیرم. اینو قرآن کریم فرمود این محاربه با خداست. حالا کسی بگه آقا حقوق اقتصادی مادی مردم چطور پامال کردنش محاربه با خداست؟ برای که اینجا حق مردم مشروعیت الهی داره، حریم خداست. اندیشه سیاسی شیعه اینه. مفهوم رأی مردم، دموکراسی، انتخابات، اینا همه تو این چارچوب معنا میشه. در تعبیر دیگه در نهج البلاغه فرمودن سوء استفاده چیانه از قدرت‌های حکومتی، هر کسی کار رو بکنه فقط حارب الله، با الله وارد جنگ شد. خب شما سوالتون رو بفرمایید. اینه که فرمودین این قانونی که من خودم میذارم و چرا باید خانوادش تبعیت بکنم، اگر اینو تو ابعاد جامعه نگاه بکنم خب میتونه نظم جامعه دلیلش بشه. یعنی وقتی یه عده با هم دیگه هستن، هر کسی بخواد بدون قانون باشه، خب جامعه بدون نظم باشه مبناش اینه که میخوام جامعه منظم. بسیار خوب، چرا میخوای جامعه منظم باشه؟ برای اینکه زندگی تسهیل بشه، یعنی منافع تامین بشه. خب حالا اگر شما تونستی منافع تو یه جوری تامین کنی بدون رعایت این قانون، چیکار باید بکنی منطقا؟ هر کدوم بهتر و منطقه؟ نه، هر کدوم منافع تو بیشتر تامین میکنه. خب حالا اگه کسی، دارم همین رو میگم اگه کسی منافعش در این بود که این قانون رعایت نکنه الان. نه، آخه بحث آتیش هست، این لحظه قانون گذاری. اجازه بده ما میخوام ببینیم الزام آوری قانون از کجا میاد، با کدوم منطق. دقت کنید، ما میخوایم ببینیم با کدام منطق یک قانون الزام آور میشود. اینو میخوایم بفهمیم. اگر کسی گفت اون منطق فقط منافع منه، خب منطقا معنیش اینه که شرط اون قانون منافع منه، منافع من قانون رو وتو میکنه، قانون منافع من رو وتو نمیکنه دیگه، چون شما مشروعیت قانون رو از چی گرفتی؟ از منافع خودت دیگه. اگر پس تعارض افتاد بین منافع من و قانون، کدام مقدم است؟ واقعا این اصلا فلسفه قانون همینه. میدونم فلسفه قانون کدوم قانونیه. قانون باید بتونه از فلسفه خودش دفاع کنه. اگر شما یک مبدأ الزام مطلقی فراتر از منافع خودت برای قانون نتونی بشموری، نتیجهش همینه که گفتم. اما تو منطق الهی چیه؟ تو منطق الهی اینه که، یا فرض کن حالا شما فقط قانون نگو، همه چه همینطوره، ارزش‌های اخلاقی رو بگو. شما میگه که، میگن ازتون چرا باید به دیگران احترام بگذاری؟ میگه به خاطر منافع خودم. چطور؟ برای که اگه من به اینا احترام بگذارم، اونا هم به من احترام میگذارن. از دیوار مردم چرا بالا نمیری؟ میگه برای که اگه من برم بعد اونم میاد از دیوار من بالا میره. یعنی اگر قرار شد ارزش‌های اخلاقی را و قانون رو و عدالت رو و حقوق بشر رو اینا رو بگی، اینا هیچ برهان شرعی عقلی منطقی و ریشه هستی شناختی نداره توی عالم، تابع قرارداد محضه. قرارداد تابع چیه؟ تابع منافع منه. ها میگه خب من به خاطر منافعم، ما به خاطر منافعمون این قانون رو گذاشتیم. حالا میرسه یه جایی و همه جا میرسه که این قانون با منافع ما تعارض پیدا میکنه. اینجا دیگه منطقا شما نمیتونی بگی که من قانون را که ابزار بود، وسیله بود در خدمت منافع من، من منافعم که هدف قربانی وسیله میکنم. منطقا میتونی رو بگی، نمیتونی رو بگی، یعنی دیگه راهت باز کاملا. اگر مطمئن شده که هیچ کس از دیوار تو نمیتونه بره بالا و دیگه کسی که به اخلاق اینجوری نگاه میکنه میگه خب حالا پس من میتونم برم، چون اصلا تنها استدلال من برای اخلاق منافع من بود، خب حالا که منافع من در خطر نیست چرا اخلاق رعایت کنم؟ اما یه وقت این میشه نگاه سکولار به اخلاق، به ارزشها، به حقوق، به عدالت، به قانون، به جامعه مدنی اینا. خب حالا ولی یه وقت داری میگه که من هدف ما این عالم حساب کتابی داره، مبدأ و معادی داره، سعادت و شقاوت من اینا چه این انسان شناسی، این هستی شناسی، این خدا شناسی، نتیجهش این میشه که برای کمال خودم من باید این عرشه اخلاقی رو رعایت کنم، نه به خاطر منافع زودگذر مادی و ارضاء نفسانیت خودم، برای کمال خودم، برای وصول و تقرب الله باید این کار رو بکنم، حتی اگر منافع کوتاه مدت مادی من چیه؟ و شخصی من به خطر بیفته، چون استدلال من برای اخلاق یا قانون یا عدالت
نفسانیت و امیال و منافع اکثریت یا اقلیت یا قرارداد اجتماعی یا عرشبت که رأی گیری یا خودم نبود، یک هدف ذاتی تو ریشه این عالم داشت و من در محضر خدا هستم و قرآن می‌فرماد هر کس هر عمل سیئ و بدی که انجام میده علیه خودش انجام داده در درجه اول و هر کس عمل صالح انجام میده فلهو در درجه اول به نفع خودش انجام داده. اگه کسی فهمید که اقدامات ما، اگه بفهمیم که اقدامات ما در درجه اول به ضرر و نفع خود ماست، من به خاطر قرارداد اجتماعی و نظر اکثریت و منافع مادی میکاره نکردم که، این به لحاظ فلسفی داریم بحث میکنیم ها. البته منظور من این نیست که حالا هر کس که تو جامعه مسلمانه داره به لحاظ فلسفی اخلاقی الهی داره عمل میکنه، هر کی هم تو جوامع مثلا غیر اسلامیه او هم رعایت نمیکنه یا به دلایل مادی رعایت، نه اینجوری نیست، در بیرون اتفاقات دیگری میفته. شما الان در بعضی جوامع غیر دینی میبینید قوانین اجتماعی بیشتر هم رعایت میشه از جامعه ما. خب این بحث تربیت اجتماعی و نوع نگاه به قانون و گذشته های تاریخی و کارکرد نظام تعلیم تربیت و رسانه و مسائل مختلفی از این قبیله. ما داریم اینجا بحث تئوریک به لحاظ مبنای فلسفی یک چیز قانون میگذاریم. باید به نفع ارزش ها و عدالت و حقوق و قانون و اخلاق شما استدلالی فراتر از قرارداد و منافع داشته باشی تا اینا هم ذاتی بشن و ثابت بشن، هم مقدس و الهی بشن. ریشه الهی وقت داشت میشه مقدس و الهی. وقت شما حالا میبینید تمام مسائلی که منافع دنیوی داره برای مردم همه با توجه به منافع حقیقی ترکیب دنیا و آخرته، یعنی بعد معنوی آخرتی اخروی قدسی پیدا میکنه. تو منطقه مادی شما ممکنه به کسی تربیتت کردن سلام کنی، احترام بذاری، درو باز کنی براش، تو خیابونم بوق نزنی، سبقت غیر مجاز نگیری و فلان اینا، اما همینا به دو دلیل میکنه. یه وقتی کسی کار میکنه چون همینجوری تربیت شده به خلافش اصلا آشنا نیست و منافعشو در این میبینه، میبینه اگه خلافی بکنه مجازات میشه، مجازات های مختلف تو جامعه میشه، هم قانونی هم اجتماعی. یه وقت هست میگه که درست مجازات میشه ولی من اگه مجازاتم نشم همین کارو میکنم، چون حقوق دیگران حریم الهیست، من برای تکامل خودمم که شده باید به حقوق دیگران احترام بگذارم، ولو که از اونا نترسم، پلیس و دادگاهی هم نباشه کسی هم خیر ما رو نگیر. حالا ببینید اصل این که قانون و حقوق متقابل چرا قداست داره اصلا در اندیشه سیاسی شیعه؟ عدالت یعنی چی؟ عدل عدالت یعنی حقوق دو طرفه، درسته؟ عدالت یعنی هر کسی در هر حوزه ای به حقوقش برسه و به وظائفش هم عمل کنه، هر دوش حق داریم و تکلیف داریم، دو طرف است. حضرت امیر فرمود حق یک طرفه ای تو جامعه نیست، هر جا دیدید حق یک طرفه تعریف میکنن او اسلامی نیست، اندیشه سیاسی شیعه نیست. پدر و مادر و فرزندان حقوق متقابل دارن، وظایف متقابل، زن و شوهر، خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر، استاد و شاگرد، همسایه با همسایه، حکومت و مردم، اون رساله حقوق امام سجاد را اگه ببینید ایشون اولش میفرمان که کل زندگی از نگاه ایمانی شبکه است از حقوق متقابل و اول حق الله، از حق الله، حق الله شروع میشه و حقوق الناس، حقوق مردم و حقوق بشر در همه ابعادش، حقوق سیاسی، اقتصادی، خانواده، اجتماعی، چی چی، تعلیم تربیت، فرهنگی، حقوق فرهنگی، همه اینا در چارچوب این حق الله تعریف میشه. اگر بنابراین در اندیشه سیاسی اسلامی شیعی میفرمان که العدل و حیات، میخواید یک جامعه زنده داشته باشید، عدالت رو اجرا کنید، حقوق مادی و معنوی، حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، خانواده، سیاسی، حقوق داخلی و بین الملل، در همه عرصه‌ها حق و تکلیف رو رعایت، هم حقوقتون رو بشناسید هم حدودتون و اختیاراتتون رو و مسئولیتاتون رو، هر دو. این عدالت یک شعار تبلیغاتی انتخاباتی نیست، یک شعار کلیگویی هم نیست. در اندیشه سیاسی شیعه
میفرمان که العدل عدل زندگی است، العدل حیات یعنی عدل زندگی است، یعنی زندگی حقیقی وقتی که تو جامعه، از تو خانواده تا جامعه تا جهان حقوق متقابل همه بشر رعایت بشه. حقوق هم فقط شکم نیست، حق شعور هم هست، بالاتر از او حق کرامت و اخلاق و معنویت، بالاترین حق حق توحیده که تو حقوق بشر مادی لیبرال به این حقا کار ندارن. اینا از وقتی میگن حقوق بشر، اول میگن آقا حق شکم و حقوق جنسی و دیدید الان شما تو تمام این پیمان نامه های بین المللی که تو غرب نیست، یکی از اولین حقوقی که او بالا می نویسن میگن حق همجنس بازی. این نگاهشون به انسان و به حقوق بشر این از اونجا شروع میشه، چون این حق الناس، حق حقوق بشر در چارچوب حق الله نیست، به تکامل بشر کار نداره، اصلش بر لذته نه بر تکامل و کمال. اصل مرکزش نفسه، نفسانیت بشره، مرکزش عقل و عقلانیت نیست. حقوق الهی مرکزش عقل و عقلانیته، حقوق حقوق بشر سکولار و لیبرال مرکزش نفسانیت نه عقلانیت. اونجا حق ارتداد، حق همجنس بازی، حق خودکشی، این ستا در رأس حقوق بشره. شما الان هر جا برید همین رو میگن. تو مثلا تو ژنو همین چیزای مرکز حقوق بشر است، تو سوئیس ما رفته بودیم چند سال پیش که یک بحث راجع به مفهوم آزادی دین از منظر تفکر اسلامی بحث میشد و اینا، تو اون کنفرانسشون اینا اون رئیسی که اولا نشسته بود از این ستا حق به عنوان رأس حقوق بشر نام برد، که گفت استاندارد ما که بفهمیم کدوم کشور کدوم فرهنگ حقوق بشر رو قبول داره یا نه اینه. این ستا حق مهمه. یکی حق ارتداد، مثلا مسلمونه بره کافر بشه. دو، حق همجنس بازی. و سومم حق خودکشی. این ستا به عنوان شاخص مطرح کرده، حالا مطرح میکنن. این خیلی یک نگاه جالبیه دیگه به حقوق بشر و یک نگاه خاصیه به بشر. این به تکامل و عقلانیت و اخلاق و توحید و عدالت و اینا کار نداره اصلا. این به حیوانی، بعد حیوانی بشر، حیوانیت بشر، به حیوانیت انسان کار داره نه به انسانیتش، به نفسانیت مرکزشه نه عقلانیت. و اینا میگن اخلاق و قانون و حقوق بشر و این شعارا هم همه چیه اینا ذاتی و الهی و مشروعیت الهی و عقلی اخلاقی اینا نیست، اینا تابع همه پروتکلای بشریست و زاده تاریخ و جامعه و تابع زمان و مکان و شرایط و اینا، کلش متغیر. البته ما قبول داریم در شقوق ظاهری و بعضی مصادیق حقوقی متغیر و نسبی است، بسته به زمان و مکان و عرف و اینا داره، اما این در مصادیق و ظهورات بعضی از مسائل ارزشی و حقوقی است، نه در که اصلش بگی رو هواست. در تفکر اسلامی شیعی به مسئله حقوق متقابل، حق و تکلیف، هر دوش، نه فقط حق بدون تکلیف، نه فقط تکلیف بدون حق، در همه عرصه‌های زندگی، اولا می‌فرماید العدل و حیات. زندگی بدون عدالت وجود نداره، زندگی انسانی و حقیقی نیست، زندگی حیوانی و نباتی ممکن نباشه، زندگی انسانی نیست. دوم می‌فرماید که یصلح البریه، اصلاح جامعه بدون رعایت حقوق نمیشه. میخواید جامعه اصلاح بشه، رشد کنه به لحاظ مادی و معنوی، به حقوق متقابل احترام بگذارید، عدالت. میفرماد العدل فضیلت السلطان، حاکمیت ها، سلطان یعنی سلطه، دولت، دولت ها رو میخواید ارزش گذاری کنید، نمره بدید، ببینید چقدر به حقوق و حدود خودشون و به حقوق و حدود و تکالیف جامعه توجه دارن و التزام دارن، نمره میخواید بدید به دولت ها و حکومت ها، معیارتون این باشه. میفرماد العدل قوام الرعیه، میخواید جامعه سرپا بایسته، یک جامعه ایستاده داشته باشید، نه یک جامعه خمیده و پژمرده و نشسته. میخواید یک جامعه بیدار داشته باشید، نه جامعه خوابیده. العدل قوام الرعیه، رعایت حقوق متقابل باعث میشه مردم، جامعه سرپا بایستن، کمرشون خم نباشه. میفرماد نظام اجتماعی میخواید، یک سازماندهی درست حکومتی میخواید، العدل و نظام الامره. اینا اندیشه سیاسیشی هست، نظام سازی صحیح باید مبتنی بر عدالت باشه. امره یعنی حاکمیت، نظام یعنی نظم داشتن، نظمدهی، سازماندهی. میگه سازماندهی درست حکومت و دولت و قوای سگانه باید مبنا و هدف اصلیش مسئله
حق و تکلیف متقابل باشه، حقدار به حقش برسه. بالاتر از او ایمان و معنویت میخوای تو جامعه باشه؟ العدل رأس الایمان. اگر ایمان یه بدنی داره، سر این بدن عدالت. یعنی هر کس به شما گفت آقا ایمان و معنویت منهای عدالت، بگید ای اندیشه سیاسی شیعه نیست. همین چند تا عبارتی که عرض کردم یک انقلاب بزرگ تو حوزه فلسفه سیاسی و حقوق اساسی. در حقوق اقتصادی تفاوت‌های اقتصاد و اسلامی با غیر اسلامی، روانشناسی، تعلیم تربیت، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اسلامی و سکولار، تو همین جاها از همین جاها شروع میشه. اصل دیگه در اندیشه سیاسی شیعه بر دولت علوی اینه که فرمودن که علیک بالعدل فی الصدیق والعدو. یعنی چی؟ علیک بالعدل فی الصدیق والعدو. روشن معنیش؟ یعنی در مقام حقوق نگاه نکنی این دوستت یا دشمن شخصیه با توست. دوستت و دشمنت حقوق یکسان دارن. این میشه اندیشه سیاسی شیعه. یعنی اگه بنده با یک کسی خورده حساب دارن، با یک گروه شخصی، طبقهی، جایی، شخصی خورده حساب دارم، این نباید دخالت بدم در حقوقش. حضرت امیر فرمود اندیشه سیاسی اسلامی قرآنی شیعی اینه، علیک بالعدل فی الصدیق والعدو. با تو مشکل داره، خورده حساب داره، با تو دعوای خانوادگی دارین، یه وقتی یک خورده حسابی با هم داشتید، داشته باشی. تو اینجا در مقام حاکمیت این امانت خدا و خلقه، باید حقوقش رعایت کنی. پس تقسیم نمی کنیم افراد رو، افراد رو به لحاظ حقوق شهروندی ما تقسیم نمی کنیم به دوست و دشمن. دوست و دشمن خودن ما، بله، یه وقت صحبت دوست و دشمن با اصول یک کسانی ضد حرکتن، اونجا هم تا تلاش برای براندازی نکنید حقوقتون محفوظه مثل بقیه مردم. اما از لحظه که قانون شکنی و تلاش برای براندازی رو شروع کنید، یا سازش ساخت و پاخت با دشمن، خیانت و اینا، اونجا دیگه مجازاته. ولی اگر نه، شما فقط با ما مخالفید، حالا یا مخالفت شخصی یا مخالفت حتی اعتقادی سیاسی دارید. حضرت امیر فرمود در منطق حقوقی اسلامی شیعی ما دوست و دشمن برامون فرق نمی کنه. تو با من مخالفی، من به عنوان حکومت باید بیام زبالای خونه تو رو جمع بکنم، همونطور که مال کسی که با ما موافقه فرق نمی کنه. امنیت خونه تو و او برای ما مساویه. پس این یک اصل بسیار مهمه، حقوق شهروندی افراد که با ما مشکل دارن تا وقتی که قانون نشکنن حقوقشون رعایت میشه. اصل بعدی در تعریف دولت اسلامی در باب الگوی مصرف، نوع مدیریت اقتصادی جامعه، فرمود الغصد فی الفقر و القنا. فرمودم جامعه اسلامی شیعی، جامعه دینی، دولت دینی اینه که چه وضع اقتصادیش خراب باشه، چه وقتی که داره اصلا هیچ مشکلی نداشته باشه، در هر حال الگوی مصرف باید مقتصدانه و میانه روانه باشه. یعنی مردم باید یاد بگیرن وقتی که وفور نعمته و ارزانیست، یا وقتی که مشکلات هست، در هر دو صورت حواسشون باشه زندگی اقتصادی، سبک زندگی مقتصدانه و معتدل. اصلا معنی کلمه اقتصاد میدونین در زبان عرب اقتصاد یعنی چی؟ میانه روی. معنی کلمه اقتصاد ریشش غصده، غصد یعنی اعتدال، میانه روی. این هم یک اصل. بنابراین کسانی که به نام توسعه شعار میدن، میگن آقا اصل اینه که ما تا میتونیم مصرف کنیم. جامعه خوشبخت جامعه‌ایه که تا میتونه مصرف کنه، این غلطه. اونی هم که میگه گدابازی و اینا داری ولی مصرف نکن، اینم اسلامی شیعی نیست. اقتصاد اسلامی الگوی مصرف نه مرتازبازی و گدابازی است، نه اخلاق سرمایه‌داری و مصرف برای مصرف، مصرف هرچه بیشتر، مسابقه مصرف. ملاک الگوی مصرف معتدل است، اون مقدار که واقعا نیاز دارید، نه بیشتر نه کمتر. اینم یک اصل در تعریف دولت اسلامی. که اینا چجوری به اصطلاح دولت مردان، یا اینا که میخوان به حال تو همین انتخابات ها میان، نه ببینید دولت شعارهای اقتصادی که میدن، برنامه‌ای که میدن، وعده‌ای که میدن، ببینید چیه.
اقتصاد مقاومتی یعنی عزت اقتصادی، استقلال اقتصادی و اعتدال اقتصادی. شعار ما نه ریاضت برای همه مردم، شعار امیرالمومنین نه ریاضت برای همه مردم، زندگی با توأم با فقر و فشار، نه ریخت و پاش و اسراف و تبذیر و اخلاق سرمایه‌داری. از اون طرف عذر پذیری هم یک اصل دیگه دولت اسلامیه. یعنی اگر یه با یک کسی شما به طرفی او آمده عذرخواهی کرده، چه در روابط شخصی و خانواده و اجتماعی، چه در رابطه سیاسی بین حکومت و مردم، اگر عذرخواهی شد، کسی آمد خطایی کرده، آمد با شما عذرخواهی کرد، فرمود ببینید دولت اسلامی دولتیه که بپذیره عذرخواهی رو زود، ادامه نده دعوا رو. اقبل اعذار الناس، هم عذر مردم رو بپذیر. یه جایی میخواد مردم عذرخواهی ممکن نکنه ها، ولی عذر داره، عذر داره، مشکل داره. فرمود اسلامی یعنی رفتار اسلامی اینه، هم عذرشون رو بپذیر حتی اگر عذرخواهی نکنن. این میدونه یه عذر داره، نمیخواسته این کارو بکنن، نتونستن. عذرشون رو بپذیر و عذرخواهیشون رو بپذیر. تستمتع به اخائهم، اون وقت خواهی دید مزه برادری اونها رو خواهی چشید. عذر مردم را بپذیر، نمیتونن یه کارو بکنن، فشار نیار، پیله نکن، این عذر رو بپذیر، مدارا کن با مردم. تستمتع به اخائهم، مزه اخوت و برادری اونها رو خواهی چشید، برادرت میشن. ولغهم بالبشر، تومت افغانهم، اصل دیگر. حاکمان اسلامی، دولت اسلامی باید همواره با مردم با لبخند روبرو بشه. این عین دستور حضرت امیره. فرمودن دولت مردان اسلامی همواره وقتی با مردم سخن میگن باید با لبخند سخن بگن، با چهره بشراش و شاد سخن بگن، نه با اخم و کینه و عصبانیت. ولغهم یعنی دیدار کن با مردم، بالبشر با روی گشاده، با لبخند. تومت اذغانهم، کینه هاشون رو بمیران، نگذار تو روابط اجتماعی کینه باشه. این هم یک اصل دیگه دولت اسلامی. یعنی مردم همیشه با چهره خندان و خوش حکومت روبرو باشن، الا مجرمین. مجرم باید با چهره خشم حکومت روبرو باشه، اما مردم باید با چهره خندان و خوش حکومت روبرو باشن تا برادر حاکمان در دولت ها باشن، برادرشون باشن. نگن اینا رئیسن، بگن برادرای ما هستن. و اینکه دولت مردان و حکومت باید با مردم، اینا دستورات شرعی اندیشه سیاسی شیعه است. فرمود مردم همواره باید رهبران و حاکمانشون رو با لبخند ببینن، با روی خوش و با تواضع. و تومت از غانهم، زقن از غان یعنی کینه، کینه های اجتماعی رو از بین ببری. دولت اسلامی باید کاری کنه که کینه و دشمنی تو جامعه به حد اقل برسه، دعوا و خشونت اجتماعی به حد اقل برسه. اینا جزء وظایف اندیشه در دولت، در اندیشه سیاسی شیعه است. حالا جالبه اون عذرخواهی که گفتم یک روایت بالاتری بگم. فرمودن اعرف الناس بالله، میخواید بگم کی بین شما بیش از همه خداشناسه، به خداوند معرفت پیدا کرده؟ اعذرهم للناس، کسی که بیش از همه با مردم مدارا کنه و عذرشون رو، عذرخواهیشون رو بپذیره. اینش جالبه. و این لم یجد لهم عذرا، حتی اگر هرچی نگاه میکنه میبینه اینا عذری ندارن و واقعا خطا کردن، عذر ندارن، ولی بازم بپذیر عذرش. اوج مدارا و محبت با خلق. و خود حضرت همینطور بودن، پیغمبر، اهل بیت همه اینطوری بودن. اینو ببینید یه بار دیگه، یه وقت میگه که تو نمیدونی، شاید عذر داشته باشن. حضرت میگه حتی اگر میدانی که عذر ندارن، مطمئنی که عذری برای خطاشون ندارن، یه غلطی کرده، ولی اگه قابل مداراست، اصل مصلحت اجتماعی به هم نمیریزه. اعرف الناس بالله، خداشناس ترین شما، کسی که بیش از همه به خداوند معرفت پیدا کرده، کسیه که اعذرهم للناس، بیش از همه عذر مردم رو بپذیر. و ان لم یجد لهم عذرا، حتی اگر عذری هم نداشته باشن. این مسئله هم از روابط شخصی شروع میشه. شما ببینید حالا تو روابط اجتماعی واقعا ما اینجوریم، یعنی یک کسی با ما یک مشکلی داره، به ما توهین کرده، یک ظلمی به ما کرده، خب عذرم نداره،
حضرت امیر میگن که حتی اگر عذرم نداره تو فرض کن عذرخواهی کرده تمومش کن، اصلا انگار نه انگار، دوباره دوست محبت این اول. فهمیدن این خداشناستن کس کسیه که تو روابط فردی و شخصی خانوادگی اجتماعیش تا روابط حکومتی با مردم اینطوری باشه. اینا شاخصه های اخلاق اسلامی شیعی و دولت اسلامی شیعی است. و خودت هم فرمودن اذا جنیت فاعتذر، یک غلطی کردی عذرخواهی کن، نگو حالا کم کم زمان میگذره یادشون میره. نه، فرمودن شیعه کسیه که اگر یک غلطی کرد، چه در روابط شخصی اجتماعی خانوادگی چه در روابط حکومتی، اذا جنیت، اگه یک جنایتی یک خطا یک غلطی کردی فاعتذر، حتما عذرخواهی کنید، بگو غلط کردم، بگو من اشتباه کردم، و الا این دولت اسلامی نیست و روابط اجتماعیش هم روابط اسلامی نیست.